دوستای به نهایت عزیزم، بعد از عرض سلام شفیع یارستم شما را به مشاهده برنامه نمره 163 خود که مصادف میشه به هفته اول ماه می سال 2014 میلادی خوش آمد میگم. برنامه امروز خودم ما با چند کلمه در مورد سالگره خود آغاز میکنم. نه بر از ای که ما به سالگره خود بسیار ارج میگذارم و بسیار خوشحال هستم که در ات یک روز خوجسته ما تولد شدیم، بلکه بر از ای که ما در روز مادر تولد شدیم و ایره ما یک توفه خداوندی میدانم برای خود، یعنی بزرگترین توفه است که خداوند بزرگ برای ما داده که ما در ات یک روز خوب تولد شدیم. اما باز ما مادر خدا اتا نمیگفتم که مادر یک توفه خداوندی است که ما در روز خودت تولد شدیم، بلکه برعکس همیشه آزارش میدادم، میگفتم مادر ما امو روز که تولد شدم اصلا روز تولدم نبود، اما تو قرار شیشته بودم چرت میزنم کدام نفر گفت که سبا روز مادر است. و ما در فکرم آمد که ولا بیا که برای می خانم یک توفه بتام، یعنی شفی تولد شدنی خواستی، چی امروز چی سبا چی دیگه، ما بیا میره سبا تولد شو که روز مادره، تا که به می خانمه که این نو ما زحمت تو را کشته یک توفه باشی. بنابراین من دفعتن تصمیم گرفتم که ما سبا که روز مادر است تولد میشم و تولد شدم در روز مادر. مادر ما بسیار یک آدم مذاقی و کترگوی بود، باز خوشش می آمدی گب بارا ما ای را گفتیم، شاید یک ده بار در طول امی پنجا و چند سال گفته باشم برش، باز هر بار این مزه می دادش. اما باز مادرم تو نبود که بگوی آفرین چه خوب یک اب زدی، باز طرف ما تو یک بکتره یک سیل می کد که یعنی ای را سیکا که آمده مرا بازی می تن. مادرم باز بسیار ضرب المثل هم یاد داشت و کترگویی را هم یاد داشت و در این زمان اتا تامی زمانه که سنشان بسیار زیاد شده بود یگان شیره آمده دفتن یادش می آمد. مادرم اتا در سنف اول دو سه و چهار در زمان خوردکی پیش پدر خود اشعار شعرها را خوانده بود، به طور مثال سعدی را خوانده بود، حافظ را خوانده بود، خواجه عبدالله انصاری را خوانده بود، به همین ترتیب یک تعداد دیگر و ای اشعار یادش می آمد و می خواند. وقتهایی که جوان بود همیشه یادش می بود و می خواند، اما در این وقتهایی که سنش زیاد شدن بود می خواند. و آخری شعری که من از مادرم بیاد دارم که تقریبا یک و نیم سال پیش، اما تا یک روز که شیشته بود یک دفعه گفت که این تقویم تمام که با شاهدان شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم. و این شعر از حافظ بزرگ است. این شعر از یا بگویم امی بیت از حافظ یکی از هزارها بیت است که ما بین آید دوست دارم. وقتی مادری میره خواند مثل از اینکه یک دنیای خوشی در قلب ما آورده باشه. دفعتن طرفش سعی کردم یک خوشم آمدک. باز وقتی که مادرم یک شعر میخواند معمولا نام شاعرش هم میگرفت، باز از حافظ همیشه میگفت هی هی حافظ شیرازی. ما یقین دارم که اکتیاد شما این شعر فهمیدین که چی مانا داره، مگم باشین مگ دو کلمه بگویم. میگه این تقویم تمام، تقوی یعنی تقوا، برای بهتر خواندن شعر عوض تقوا تقوی میگیم. این تقوام تمام، در غیر از او اگر مسئله موزون خانش شعر نباشه میتونیم بگویم که این تقوام تمام، این تقویم تمام که با شاهدان شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم. یک تعداد از ملاها حافظ همیشه بعد می گفتن که تو یک آدم قاری قرآن استی، یک کم چیکو ایاکو علکه گپ شراب می زنی و گپ شاهد می زنی و گپ معشوقه را می زنی، یک کم شرم کو ایاکو. باز حافظ بر ازوا میگه این تقویم تمام که با شاهدان شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم. میگه ملاها شما میرین در منبر باز در اوجا که گپ میزنین، یک خانم اوجا شده یکی اوجا، و در او وقتهای حافظ در ایران اتمی خانم ها میرفته، حالی هم فکر میکنم در ایران مروج برعکس یک تعداد نقاط افغانستان که خانم ها با آقایون میرفتن در مسجد. این حالی آقای ملا که آمده بود گپ میزد و اما مگک میپوشید و ریشک و تسبیه بگک و لنگی گک و خودم مقبولک میساخت، باز
هر گپی که میزد دو جه خانم زیباش را بود باز یک شاهد بازی در اوجه میکد، یعنی یک چشم چرانی به اصطلاح ما شما او طرف میکد، باز یکی او طرف و باز توجه از او را به خود جلب میکد و از او را میگه او ملا اگر از تقوا میگی امی تقوا بر ما بس است که ما رقم شما در سر منبر نمیرم که طرف از این خانم زیبا سعی کنم و از او خانم زیبا، این تقویم تمام که با شاهدان شهر، شاهدان دریج دخترهای زیبا که با شاهدان شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم. خلاصه امی تولدی ما در روز مادر برای ما یک چانس داده بود که هر سال مادر خود زیادتر سپاس بکنم و در یک روزی که همگی برای مادرم میگفت روز مادر مبارک، یکان دفعه مادرم میگفت که بچه ام سالگریت مبارک. اگرچه ما در افغانستان سالگره نمیگرفتیم، مگر امی که یکان دفعه مادرم برای ما میگفت این دیگه برای ما بسیار یک زیبایی میبخشید. سال گذشته یک هفته پیش از روز مادر خبر شدم که مادرم بسیار مریض است. رفتم سان فرانسکو پیش مادر عزیز خود. وقتی که رفتم یک دو روز یا سه روز پیش از روز مادر بود، هنوز مادرم به هوش بود و ما دستکایش گرفته بودم، ناز می دادم، کتش گپ می زدم، گاهی بیوش می شد، گاهی به هوش می آمد، گاهی بیوش و کتش قصه می کدم. باز روز مادر صبحی مادرم در کما رفت. یک و نیم هفته بعدش مادرم فوت شد. از اینکه مادرم فوت شد ما دل شکسته نیستم. مردن یک قسمت دیگه از این سفر است که ما یک سیش زندگی ماندیم و دیگه سیش مردن نماندیم، یعنی ما از او چی نیستم متاثر. در قسمتی که ما میرسیم و سن ما زیاد میشه، خود مردن یک توفه از خداوند برای ما می باشه و مادر ما از آدم های نبود که از مردن بترسه. همیشه برات می فهمان که بچه ایم ما آماده استم و بخچه ایم جمع شده گیسته و ما و شما عادت داریم که میگیم روح شاد و روان شاد اینا، اما زیادتر منظور ما از گفتن عزیز که یعنی در ذهن ما روان مادرم شاد است، یعنی همیشه در رویای ما و در خاطره ما مادر عزیزم زندگی میکنن. اما چیزی که در اون زمان در فکرم گشت که مادرم در روز مادر بیهوش شد و یک کنی مفتباد جان داد، ما فکر کردم که مادرم که قدر کترگوی بود احتمال داره مرا یک کتره گفته باشه، چون که ما همیشه میگفتمش که مادر ما یک توفه هستم، ما یک توفه هستم، در روز مادر تولد شدیم. گفتم شاید مادرم میخواست یک کتره برم بگوید که این همو توفه را که برای ما همیشه میگفتی و در رخ میکشیدی بگیر و ببرشه. ما مادر خود در زندگیم بسیار دوست داشتم. یک قسمت کلانترین قلب ما از مادرم بود و واقعا همتو بود. ما خرد که بودم فکر میکنم که همین مادر ما شاید خوبترین مادر دنیاست و خاطر ما باور نمیکنم که یک انسان بتانه غیر از مادر ما اینقدر مهربان باشه، اینقدر خود قربان اولاد خود بکنه، اینقدر گذشت داشته باشه، حوصله داشته باشه، تحمل داشته باشه، واضح باشه که هر توته بدن خود برای خوشی اولاد خود بته. باز آیست آیسته که کلان شدم و مکتب رفتم، یه وقت یکان سنفی دیگه ما از مادر خود قصه میکرد، ما فکر میکردم که ولی این می نفر قصه مادر ما را دوزی کده. چطور میتونه که مادر از یام عین مهربانی های مادر ما را داشته باشه؟ اما تو که کم کم کلان شدم بالاخره فهمیدم که امی مادر شاید مهربانترین موجود است که خداوند بزرگ ساخته. و بعدا وقتی یک کمک بهتر تانستم فکر کنم متوجه شدم که مادرها نه تنها در جهان انسانها بلکه در جهان حیوانات همچنان خوبترین موجود است که خداوند ساخته، یا بگویم مهربانترین موجود است که خداوند ساخته. ما در حالی که در عالم خیال دستهای زیبای مادر خود میبوسم، یک تحفه، یک خواندن به مادر خود و به همه مادرهایی که شماها نازنینا هستین توفه میتونم. این خواندن به فارسی نیست، فکر میکنم با یکی از لسانهای مدلیست است، احتمال داره عربی و شاید هم عربی نباشه. این خواندن توسط یک خانم و یک دختره که در حدود 12-13 ساله انجام یافته
و از قسمت اول ازی که به انگلیسی است ما میفهمم که برای مادر سروده باید شده باشه یا مادر برای دختر و دختر برای مادرش. به این آیت خوشم آمد و ای را ما از دوست های فیسبوکیم که گذاشته بودن گرفتم. اگرچه ما معمولا ذکر نمی کنم که کی گذاشته بود و ما گرفتم، چرا بسیاری وقتا حتی نمیفهمم و دیگه ای که در برنامه گنجایش نداره، اما ای را آقای هدایت هدایت گذاشته بود و ما از شما سپاس میکنم آقای هدایت هدایت و همه دوستان را دعوت میکنم به شنیدن ای خواندن زیبا. حالا اجازه بدین که برگردم به اصل برنامه امروز خود. اولین چیزی که میخوایم بگویم ایست که برنامه های ما تقریبا 5-6 روز پیش ثبت شدگی و تیار میباشه و ما ایره از طریق اینترنت پست میکنم. یعنی ای برنامه ما اگر شما با کمپیوتر و اینترنت اکسس دارین در یوتیوب میتونین پیدا کنینش. و ایره از خاطر از این میگم که اگر شما دیدین که یک اتفاق بسیار مهم در امو هفته رخ داده و ما در برنامه ایم سر از او گپ نمیزنم، فکر نکنین که ما ایرم متوجه نیستم که ات یک مسئله مهم یا امرجنسی یا استراری را ما مطرح نمی کنم، بلکه بخاطر عزیز که هفته ما وقت تیر شده، ما دیگه در او کنترل ندارم. هفته گذشته یک حادثه اسفناک در بدخشان عزیز ما به وقوع پیوست. یک لغزش زمین جان در حدود 200 یا 250 نفر را گرفت. این لغزش بسیار عمیق نبود، بناهن با رفتن خود، رفتن سطحی یک پلیت یا یک قشر از روی زمین لغزش کرد و خانگک های گلی که بود اینا را با خود برد، خانه ها چپه شد و کسای هم در اینجا کشته شد که تعداد از یا به حدود 250 نفر رسید و اینا را تانست که مردم یک تعداد زیادشان بکشه و در همی جریان اینا دمی کار بودن که مردم ها را بکشن که یک تعداد زیادشان مرده بودن. وقت که اینا را میکشیدن در این زمان دیگه مردم از قریه های دیگه هم دویده دویده آمدن که اینجا کمک بکنن. که در ات مواقع خرابترین تصمیم است.
در این زمان یک لغزش بسیار بزرگتر زمین با مراتب عمیقتر با وقوع پیوست. یک قشر بسیار زخیمتر زمین در اینجا لغزید و تمام کسایی را که در اینجا آمده بودند کمک میکردن در زیر خود برد. در زیر 50 یا 60 متر خاک و گل و لوش درو کرد. و در این جریان در حدود 300 خانه دیگر هم که ساکن داشت از خود یا مردم زندگی میکرد، اونا را هم در زیر عظمی لند سلاید یا قشر لغزیده زمین برد. میبینین شما ای یک دریای از گل و لوش است که در اینجا به رفتار میآید و حرکت در میآید و هر چی در مسیرش که میآید در زیر 50 تا 100 متر گل فرو میره. ما یقین دارم که عطا امروز، اما در او وقت در فکر کل ما بود که دفعه اولی شنیدیم، در فکر کل ما بود که چه تعداد در اینجا جان خود از دست دادن. و ببینین به این کلپ از تلویزیون طلو که در امی زمان وقتی که یک خبرنگار از یا تازه در بدخشان رسیده بر از یا یک ریپورت میته و در تلویزیون طلو یک جلسه است. ما فکر میکنیم دو روز بعد است. اینجا یک جلسه است که یکی از کارمندهای حکومتی هم شیشته و یاغا تلفن میکنه از طریق کمپیوتر یا اسکایپ یا اینترنت به تلویزیون گزارش میده و کسی که مصاحبه میکنه مهمترین سوالش در قسمت تعداد کشته شدگان است. ببینین با سوال و جواب. تنها چیزی که تاکنون برای ملت افغانستان در حال ابهام باقی ماند همین آمار و ارقام درست تلفات ناشی از این رویداد جانسوز در افغانستان است. آمار ارقام واقعا چه چیز مقرون به حقیقت است که مردم بفهمند که واقعا در ارگوی بدخشان تلفات از چه قرار بوده؟ خب ما وقتی که به محل رویداد رفتیم چیزی دیده نمیشه که آدم بگه که چقدر تلفات داد، اما درست است، بله ما با مقام های محلی بدخشان، معاون رئیس جمهور که امروز در رأس یک هیئت بلندپایه حکومتی به ارگون آمد و به روستا رفت و از محل دیدن کرد، 250 نفر کسایی هستند که در اونجا جان باختن و از قول نزدیکان این افراد این لیست تانستن که تهیه کنند. اما چیزی که نتانستن تا هنوز در بیابن است که میگن که 300 خانه در زیر ایکو شده و هنوز روشن نیست که حالا در هر خانه و در هر خانواده چند نفر بوده، اما به صورت تخمینی گفتن که اگر در هر خانه 3 نفر یا 4 نفر باشه پس بیشه که 300 خانه در حدود 2300 تن یا 2400 تن، اما به صورت تخمینی گفتن که اگر در هر خانه 3 نفر یا 4 نفر باشه پس بیشه که 300 خانه در حدود 2300 تن یا 2400 تن و اگر 250 تنی را که یا فهرست دارن به جمع 2200 تن یا 300 تن به افزایی در حدود 2500 یا 400 نفر در این رویداد جان باختن. دمی بین ما مردم افغان بخیلیم گپ به مسئولیت زدن زیادتر از نسبت به تمام مردم دنیا. شما سعی کنین، یاغا یک ژورنالیست است و یک آدمی که ژورنالیست میشه حداقل یک سال درس میخونه و ای تا صنف 12 خوانده. همین ضرب زبانی را ما و شما در صنف 6 یاد میداشتیم. 4 ضرب 3 12 میشه، چونی 2 صفر داره 300، 2 تا صفر شام که بانیم 12 صد، جمع 2.5 نفر دیگه میشه 14.5. اما ای آقا میگه 3 یا 4 ضرب 300 میشه 2300، 250 دیگر هم که جمع بزنیم ما چم چقدر میشه.
اما به صورت تخمینی گفتند که اگر در هر خانه 3 نفر یا 4 نفر باشه، پس بیش از 300 خانه در حدود 2300 تن یا 2400 تن و اگر 250 تنی را که یا فهرست دارن به جمع 2200 تن یا 300 تن بیفزایی، در حدود 2500 یا 400 نفر در این رویداد جان باختن. ای خواهی اشتباه را میکنه و واقعا هم که اموجه شیشته و معلوم میشه که باید بسیار آدم هوشیارتر باشه، اما هم نمیگه که خب منظور شما ایست که یعنی 4 ضرب 3 12 صد جمع از او، یا ایست که اوریج فامیلی را یا حد وسط فامیلا را اشتباه کردین، مثلا او شاید 7-8 نفر میشه ضرب 300. یعنی هیچ یا آقا که مهمترین سوالم به نظرش هست و امو جان میگه که این بسیار یک مسئله مهم است که بفهم که چه نفر جان باخته و از او آقا طالب معلومات میشه و آقا یک گپ میزنه و ای آقا هیچ دمو توجه نمیکنه، فکرش کدام جای دیگه است؟ چرا مهم است که تعداد دقیق و درست بفهمیم؟ در افغانستان خب ما شما یک نفر پرسان کنیم بیادر چند اولاد داری، والا یک ده دوازده اولاد دارم نام خدا، یعنی که از دقیق گپش نمیزنه و این یک فرهنگ شده در مملکت ما. خب آل حداقل یک تقریبی خب باید بگویم که چقدر مرده. یه خب نمیشه که 3 ضرب 4 2300 نمیشه 2300. خب اینال ای ضرور است که بفهمیم که چند نفر فوت شده تا از او طریق اول بفهمیم که چی تعداد از هموطنهای عزیز خود از زادیم، دیگه بفهمیم که مشکلات ما چقدر زیاد است، چقدر کمک کار داریم، چی کارهای دیجا بکنیم که از روی از او یک تصمیم درست بگیریم. اینال اینمی آقای جورنالست از بدخشان معلومات در یک مجلس میته که در اموج قبلا یک مجلس است در سر امی مسئله و یک تعداد کارمندهای حکومتی و مؤسسات کمکی و اعضای پارلمان در ایجشته 5-6 نفر و اینا کلشی را گوش میکنه، امی نفرها در موجه حتی متوجه نمیشه. گوش کنین به این کلب. اول ببین کم تعداد ارقام آمار تلفات چند نفر است؟ مشخص شده؟ آمار مشخص ما برای شما میگم، امکار شما پیشتر ارقام قسمی دادن که ما در افغانستان یک میار داریم برای حد اوسط فامیل در افغانستان، خصوصا در اطراف. وقتی که 300 فامیل میگن، 300 فامیل حداقل باید ضرب 5 کنین حد اوسط و حد اکثرش بین 6 یا 7 بگیرین. اگر ضرب ما ضرب 7ش کنیم، درست ضرب 7 کنیم، 300 فامیل است بالاخره 721 2100 نفر، جمع 250 نفر. صحبت میشه شما ایدام ای آقا وایس برمکس و معلوم میشه که وزیر انکشاف دهات است و در این زمان معاون کمیته امی مسائل اضطراری است که وقتی یک حادثه به می رقم دست میته، این معاون از امی کمیسیون است و این نفر است که باید به اوجه به نمایندگی از حکومت بره و یک آدم رسمی و یه اتمی در این رشته تحصیلات کرده و وزیر هم است، یعنی یه اتمی یک مقدار معلومات درست و موثق باید برای شما بیاره و یه در این وقت شروع میکنه با کوبیدن میدیا یا اخبار و تلویزیون و غیره و غیره که اینا غیر مسئولانه برخورد میکنن و شاید کده باشن شاید نکده باشن، ولی یا آقا امیره با نمایندگی از حکومت شکایت میکنه و دیستی دیگلست بیرون میکشه که ما از امون لحظه اول در رابطه بودیم. دیروز که از امون ساعت اولی که حادثه اتفاق افتید، متاسفانه امروز یک ما از طریق مطبوعات ما چون دست ها بودیم امروی یک آیت عالی رتبه که جمع در تحت ریاست ما صاحب دوم رفتیم اونجا، یک جمعی از وزیرای اعضای کمیته اصرار بود و وکیل صاحبا همه گرفتیم اونجا به خاطر هم غم شریکی و هم همدردی و هم دلسوزی و هم رسیدگی به مشکلاتی که اوج اتفاق افتیده. فاجعه بسیار عظیم است بر صورتش. متاسفانه یک تا دوستای امروز در مطبوعات آمده بودن بسیار غیر مسئولانه صحبت کردن و حکومت را به انتقاد کشیدن و بالاخره دولت و همه چیز. ما میخوایم که با تصحیح همه گپایی که صورت گرفته امروز از مو لحظات اولی که دیروز حادثه اتفاق افتیده و کسبای بدخشان دکتر نیلوفر اینجا است، شخصا خودم به حیث معاون کمیته اصرار، رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، به حیث رئیس کمیته اصرار، همه گیزم لحظات اول حادثه در جیران بودیم، از لحظه اول. یه اتفاق افتیده روز جمعه ساعت 11 و 10 و یه آقای وزیر میگه ما از لحظه اول، خب لحظه اول فکر کنین که ساعت 11 نشده که ایور از این تلفون شده باشه، فکر کنین 10 دقیقه بعد، 20 دقیقه بعد، 1 ساعت بعد، 2 ساعت بعد، 3 ساعت بعد، ولی آقا میگه از امون لحظه اول
ولی بین به آقای دیگه گوش بدیم که آقا از خود بدخشانه، یه مسئول است در این مسائل و با حکومت کار میکنه. ببینن که این آقا می لحظه اول چه خوب تشریح میکنه تا که ما شما بفهمیم که می لحظه اول کی میگه، آیا مو لحظه اول چی مانا داره، آیا حق داره کمی آدمی که از میدیا شکایت داره که غیر مسئولانه رفتار میکنه کمی خودش یک کمک احساس مسئولیت کرده باشه. ببینین به آقای دیگه. اما داستان طور دیگری بود. وقتی رانش زمین صورت میگیره مردم شگفت زده میشن، دست پاچه میشن، اصلا به این مسئله نمیتونن رسیدگی کنن، هی میدون به خاطر اینکه دیگران را از به اصطلاح وضعیت نجات بدن. بله. که بعد لرزه دوم میشه. بله. به اصطلاح اینایی هم که آمدن برای همکاری اونا هم بیچاره نجات گیر مانده، مردم درک وحشت گیر میارن و بعد سازماندهی مسئله میمانه. بله. اینا مثلا ساعت 11 و 10 اتفاق میفته، اما ساعت 2 بجه به بدخشان خبر میدن. بله. ساعت بدخشان تا کوشش میکنن که به منطقه نفر بفرستن و فاجعه را ببینن. اینا هم یک زمان میگذره، مثلا 5 6 ساعت دیگه میگذره. بعد شب در واقع از ساعت های 2 و 3 به تلفنی به مرکز مبارزه با حوادث خبر میرسانند، به ساعت های 2 و 3 به تلفنی به مرکز مبارزه با حوادث خبر میرسانند، به ساعت های 2 و 3 به تلفنی به مرکز مبارزه با حوادث خبر میرسانند، به معاون سیب دوم و جناب آقای خلیلی خبر میرسانند. اما سیستم مخابراتی بسیار خوب است. خب مسلما شخصی هم میتونه، اول این روستا مقامات محلی فکر میکنین عملکرد چون خیلی ضعیف نبوده در قسمت. ای آقا میگه ساعت 11 و 10 اتفاق افتیده، مردم شکفت زده میشه و حالا بدهیم کمک کنیم، بدهیم کمک کنیم. یک دو ساعت یا فکرشان نیست که بدخشان خبر کنیم. دو ساعت بعد کدام نفر هم میگن بده و بچیم طرف بدخشان. ای کاکا پای پیاده بده و بده و بده و بده و یک دو سه ساعت بعد ایده بدخشان میرسه. ای با والی یا با هر کس دیگه کس، شاید والی رایت نمیتونست گپ دهه، خو مقصد با کدام مرجع که ای لازم میبینه ای گپ میرسانه. باز با یک دو نفر اول داره که تذیرایی میکنن بدو 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 بدو. پس در این منطقه و که منطقه آبباری که ولسوالی ارگوی بدخشان است، بازی ها که در اینجا میبینن در اینجا که میاین که تا او وقت زمین لغزش دوم شده و چطور شده که آدم ها که دویدن از هر جایی که کمک کنیم یا بدون که فکر کنن که ما خود در یک درستیم، این زمین عذاب مشبوع شده، این میتونه که خودش پایین بیاید. صرف نظر ازی که ما چقوری بکنیم، ولی اگر چقوری بکنیم زمین دگام خرابتر میکنیم، ای آسانتر میتونه که در اینجا بیاید بلغزه و مارم بکشه. یا گرفتن بیل و کلنگ و بیل و کلنگ نفرها از قریای پالوام دویده، تقریبا یک تعداد زیاد نفرها در اینجا کلنگ زده میرن و قرار گفته یکی از نفرها میگه ما قادر شدیم که جسد یک زن بکشیم، بیانی برای کشدن جسد یک زن وقتی که لندسلاید دیگه میشه تعداد به شمار دیگه هم دیگه در زیر میره، جمع 300 فامیل. اینال بازو نفرها که از بدخشان دویده دویده آمده و پس هم تو تشنه و گشنه بدو 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 دقیقه تلفون های دستی که در افغانستان است و مخابره است و بیسیم و غیره و غیره، یا بدو 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 پس بدخشان میرسن. باز از بدخشان به خانم والی فکر میکنه که حاجت مخابره و تلفن ترا نیست، کدام نفرم میگه بچیم بدو تا امیر کرزای صاحب از خو بیدار کو که کرزای صاحب بخه که انتیا کار شده. قرار گفته از آقا از 11 و 10 که اتفاق افتیده 2-3 بجه شوی خبر در ارگ پیش آقای خلیلی میرسه و ای آقای انکشاف دیات میگه ما از امو لحظه اول دست به کار شدیم. از کدام لحظه اول؟ از اون لحظه اول حادثه یا از لحظه اول دروزباد که براتان گفتن که وزیر صاحب چای صبحتانه که خوردین باز یک دفعه بیاین که بریم دمی بدخشان که میگن نفر کشته شده؟ و ای آقا وزیر انکشاف دیهات است و در عین زمان معاون امی کمیسیون چیست مسائل اضطراری. وقتی که وزیر انکشاف دیهات استی و معاون امی کمیسیون مسائل اضطراری استی، بدون شک برای تو یک ریپورت حتمی در سال آمده که در بدخشان در اینی جای مردم شکایت داره، صدا میشنون از زیر زمین. گوش بتین به ای آقا. امین حالا در استودیوی خبر با خود رحمت الله بیژنپور مشاور وزارت احیای انکشاف دهات را با خود داریم. آقای بیژنپور خیلی زیاد خوش آمدین. سپاس از شما. میشه روشنی پرتین آقای بیژنپور بالای از اینکه تک رویداد قبلا سابقه داشته در ولایت بدخشان، چون شما خود باشنده ولایت بدخشان هستین و همچنان مشاور وزارت احیای انکشاف دهات هستین؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اول
مجیزه شما بینندگان عرضی تسلیت دارم برای همه مردمی بدخشان و افغانستان و مخصوصا برای مردمی ولسوالی ارگو و روستای آبی بارک. انصافا پیش از این 70 سال پیش نیز در زمانی که محمد ظاهر خان تازه به اصطلاح تاج و تخت داشت و سفری به تخار کرده بود و چون همه ساله به امام صاحب تخار اونجا سفر میکردند، اونجا نیز احوال برشان رسید که ده ها تن از مردم در اثر رانش زمین متاسفانه زیر خاک رفتند. یعنی 70 سال حدود چیزی کم و بیشتر از این تاریخ دقیقش به یاد من نیست که او پیدا خواهد شد. و پیش از اینا هم در دورانی که امیر عبدالرحمن خان از بدخشان منتقل میشد تا پادشاهی را در پایتخت بگیره، مردم تخار بدخشان همراهی میکردند. در او سالها نیز فاجعه رانش زمین و غلطیدن کو در منطقه ارگو که مناطق نشینی مردم ماست اتفاقا این فاجعه صورت گرفته بود. این سومین دوره هست که با این وسعت و با این خاطرات به اصطلاح این حادثه و رویداد خطرناک و این فاجعه انسانی به وجود میاد. تنها فاجعه انسانی نیست، فاجعه طبیعی است، فاجعه ثانیه‌ای است که در او حیوانات رفتن، در او درخت‌ها و اشجار رفتن، در او مردم رفت. و به این ترتیب حالا گفتن در 10 سال اخیر من می‌خوام عرض بکنم به استثنای زمین‌لرزه‌هایی که در رستاق بدخشان شده بود، ای در 70 سال پس این حادثه بسیار بزرگ و علمناک است. و چون این تپه‌ها خاک‌های ریخته از کوه هستند و تپه‌ها را تشکیل کردن، خاک نرم است. بله. اینجا مردم خب به دلایل کمبود جا و اینا میروند جابجا میشن و آسان است برای جویکشی، برای اینکه مثلا مواشی ویناشون رو جابجا بکنن. اما چون خاکی نرم است و او در اثر باران، در اثر حرکت‌های تکتونیکی زمین و در اثر یک سری فعالیت‌های دیگر ممکن است پرس شود. بله. یعنی بلغزه. و چون زیر سخت است و بالاها نرم است لغزش میکنن. وقتی لغزش میکنن تپه ها همدیگر به اصطلاح پهلو میدن، باید هول میدن. به این نحو است که متاسفانه چنین حوادثی اسفناک به وجود میاد و بارها اعلام شده بود از طریق زمین شناسی افغانستان اینا که این مناطق مناطق زیست نیست، مناطقی بله. است که قبلا نمی باشندای محل هم شکایت داشتن از حوادث طبیعی در اینجا، صداهایی که شنیدن، بله، حرکت هایی که دیدن، حتی این که تابال در این قسمت قبلا نمی باشندای محل هم شکایت داشتن از حوادث طبیعی در اینجا، صداهایی که شنیدن، بله، حرکت هایی که دیدن، حتی این که تابال در این قسمت توجه نکرده حکومت، شما چه قسمت یک مشکلی میکن؟ دیگه وجود داره که اداره ضد حوادث ما نه به این معنی یک اداره ای که آسیب شناسی کنه این مسائل و انجینران و مهندسان مسلکی در این اداره باشند، بلکه یک تعداد به دلایل علایقی که این اداره رو در واقع در اختیار خود داشته باشن آمدن و کارهای انجام میدن. هرچند که در حال حاضر معاون سبی دوم به عنوان رئیس کمیته امداد است و جناب فایز احمد برمک وزیر انکشاف دهات معاون ایشان در امور امداد رسانی و مبارزه با حوادث هستند. ریاست مبارزه با حوادث یک ریاست مسلکی نیست متاسفانه. میبینین میگم مردم شکایت میکرد ولی بر شکایتشان کس گوش نکرد. حتمی مردم گوش نداشته، گوششان کر بوده و مردم هم حتمی پای نداشتن که از اموج خانه خود کوج بتن، بیان از یخن والی بگیرن، از یخن حکومت تکه تکه کنن بوگه 300 400 خانه که دیجه است یا باید از جهت انتقال پیدا کنه. به خاطر از این که ما صدا میشنیم مانایش است که زمین زود یا دیر پایین میره و قرار گفته از آقای دیگه یه اتفاق در این منطقه دو سه بار اتفاق افتیده. همین حکومت افغانستان که در افغانستان میلیون ها اکر زمین داره، امیر میتونست در یک جای دیگه بدخشان ببره. همیاره ورشانه خانه اگر که گلی بود، یک کدام خانه های بسیار مهم خانه بود، خب ده $1,000 خانه خود پس مردکه جور میکرد. $1,000 میدادی میگفتی اینی پیسه خانه تا پس دیجا جور کن. این میرفت کارم میکرد امو خانه خودم. زیادش $1,000-$2,000 یک نفر میدادی که همیاره میاورد یک جای برای یک هفته صنف میداد که چطور یک دیوال راست آباد کنین، قسمت پایینش چطور سنگ بگیرین، بالاش ازی بگیرین، اینش ازی. خود دو تا اتاق یک فامیل کار داره. در افغانستان ما خود ما که اقتصاد خوب هم داشتیم، ما دو دانه اتاق خواب داشتیم، یک دانه دالز، یک اتاق هم از مهمان، و ما در جمله آدم های غریب هم حساب نمیشدیم. در اوج خونه شما بسیاری مردم میفهمه که دروازه خود حتی یا از چوب هم ساخته نمیتونن، یک دسمال بند میکنن، یک تکه بند میکنن. یعنی امی آقای وزیر ای گپش شنیده بوده اما خود کار انداخته بوده. حالا آمده که میدیا والا
چی مسئولانه عمل نمیکنه تیویا و اینا سر حکومت هم تاخت و تاز میکنه. متاسفانه یک تا دوستای امروز در مطبوعات آمده بودن بسیار غیر مسئولانه صحبت کردن و حکومت را به انتقاد کشیدن و بالاخره دولت و همه چیز. ما میخوایم که با تصحیح همه گپایی که صورت گرفته امروز از مو لحظات اولی که دیروز حادثه اتفاق افتیده و کسایبای بدخشان دکتر نیلوفر اینجا است، شخصا خودم به حیث معاون کمیته اصرار، رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، به حیث رئیس کمیته اصرار، همه گیزم لحظات اول حادثه در جیران بودیم، آقای کرزای بعد از اینکه خبر میشن باز یک چند نفر نماینده رایی میکنن که مردم بگه والا بسیار جگرخون شدیم، والا چند نفرتان مرد، او چقدر زیاد 2500 نفر. خب اگر چی تانستیم میکنیم، چی میتونیم؟ حکومت افغانستان چی داره؟ یگانه چیزی که داریم که گدایی کنیم از دنیا که بیایی که باز مردم برد، ما نداریم همی بیلونا دلار که دادین همون رفیقایتان که در افغانستان آورده بودین که رئیس جمهور و وزیر و غیره و غیره جور کرده بودین، کلش دوزی کردن بردن. ببینین به این کلپ از آقای خلیلی که معاون آقای رئیس جمهور ما آمده کرزه است که دیجا رسیده. ما این مصیبت بزرگ برای همه شما عزیزان و سرورانی که در این قریه یا باری که ولسوالی آرگو هستید تسلیت میگیم. و از طرف رئیس جمهور، دولت، حکومت افغانستان، کمیته ملی مبارزه با حوادث با شما اطمینان میدیم که در همه عرصه ها در کنار شما هستیم. میبینین تسلیت عرض میکنه و این لنگی از یمت مقبول، این کالاگک های سفید از این حتی یک گردم از تمام و ایرانی از این منطقه دهش نشته. ای کرتیک و ای چپنک و نام خدایی روی حداقل از اموج یک ذره خاک میگرفتی در سرت منداختی که دردمی مردم حس بکنی، حداقل یک کالای تا یک ذره چتل میکدی که خیر اموج چتلی کالای مردم بیچاره را که فامیلایشان زیر یک صد متر خاک شده بود اس میکدی، حداقل اموج تا میشدید اموج چقوری اگر در چقوری نشده بودی در یک جای بلندی یک دو جای خامت میکندی که یعنی امی درد بازوهای خسته تانه ایس کنم، اگر درد قلبهای شکسته تانه نمیتانم ایس کنم. و در این قسمت امی آقای سلطانزای از آقای کرزای بسیار یک انتقاد خوب کرد. ببینین ریاست جمهوری هم تنها در پیوند به این رویداد یک اعلامیه پخش کرده است و هیئت از ریاست جمهوری پس از 24 ساعت به محل رویداد رفته است. از این رو این کار انتقادهایی را به همراه داشته است. امروز فقط با یک مکتوب یا یک بیانیه سلطان مملکت تسلیت نثار میکنه، در حالی که باید قراقل و چپان خود میکشید و لباس کار به تن میکرد و میرفت اونجا و رهبری میکرد عملی نجات و همدردی میکرد در نزدیک. میگه او بیدارم او کلاه قراقلی تا پس میکردی امو چپان تا یک دفعه میرفتی آستین و پاچای تا بر میزدی اموجا یک کمک میکردی یک نیم ساعت کمی مردم میفهمید که تنها نیستن. امی معاون تکرایی کده بودی امور ازش خواهش میکدی، امی چند نفر دیگر ببینه نماینده حکومت در اینجا لبای پرخنده گرفتن عکس یادگاری. باقی گپای وزیر صاحب والی ولایت که در رأس کمیته پاسخگوی به حالات اضطرار در سطح ولایت است، که هم جز حکومت است. بعضی وقت انتقاد میشه که حکومت چی میکنه. حکومت خو یک شاخش، یک بخشش حکومت مرکزی است، یک بخشش حکومت محلی است. امکانات در سطح حکومت محلی هر چی که وجود داشته باشه او حتما یا در ذخایر است یا حداقل برای بررسی ابتدایی. ولی اجازه بدید من صحبت کنم. یک نکته که شما اشاره کردین، گفتین رسانه ها و مردم نباید از دولت انتقاد کنند. نه انتقاد باید بکنن. هنوز هم انتظار داریم که مردم باید انتقاد نکنن از شما. اگر این ارقام درست باشه 2500 نفر در ارگوی بدخشان قربانی میشه، شما همچنان انتظار دارین که مردم نکنن شما را. من شما را تصحیح میکنم. شما ما نگفتیم که مطبوعات انتقاد کردن، ما گفتیم که یک تعداد اشخاصی که شما دعوت میکنین در برنامه اونا ملت هستن، ملت هستن ولی معلومات ندارن. اینا در همین مجلس یک خانم شده که نماینده پارلمان است از مردم بدخشان، ببینین که خانم چی میگه. اگر اون 2000 نفر به خاک خفت و در خاک
خون یک جاشتن باز ما میگیم که سر وقت کار کردیم، این کجای سر وقت است؟ ببینین این جان در افغانستان ارزش نداره، قیمت جان یک انسان. اولا من بخشم نظر هستم که ما باید تسهیلات اساسی را می داشتیم. خب شما میگین که حادثه چی وقت صورت گرفت، ما چی وقت رسیدیم؟ این در تای 12 سالی تسهیلات ما نداشتیم متاسفانه. خب شما پیشتر اونجا باید بیل و کلن نمیشه. اگر شما اجازه بدین من ام نقد خدا میکنم، ام سپاسگزاری خدا میکنم و ام فکر نکنم جای سپاسگزاری باشه. فکر نکنم جای سپاسگزاری باشه. به خاطر که اینمی افغانستان است. ما فکر میکنم ولامین افغانستان، امین افغانستان گفتیم که بروز مردم ما در بدر است. اجازه بدین نقد، ما برش احترام دارم، خودم از جمله اش خواستم که نقد میکنم، ولی در افغانستانی که حتی نتونستیم ماده بین 3 روز که 5 ولسوالی بدخشان سیلاب شده و رای ولایت با ولسوالی مسدود شده، یک اسکواتور وجود نداشته که در ظرف 3 روز این را باز کنه، که این نقد است مثل شما. یک اسکواتور وجود نداشته که در ظرف 3 روز این را باز کنه، که این نقد است مثل شما. مثل مردم افغانستان انتقاد میکنیم که بله، یک حکومت که نتونه در ظرف 3 روز یک سرک سیلاب برده را توسط 2-3 اسکواتور باز کنه کجاست؟ اما چیزی که مهم است ایست که من نمیگم که نه ما مشکلات نداریم. فکر کنن در ظرف 3 روز اسکواتور پیدا نمیشه که مسافه بین ولایت و ولسوالی را که سرک قیر است باز کنه. خب طبعا جوابگوست حکومت و ناکاری بودنش ثابت است. اگر ما بگویم نگویم ثابت است و این وظیفه ماست که بگویم. میگه رای فلانه جای مسدود شده بود به خاطر که اگه 3 سرک قیره او برده بود و این مردمایی که سرک میسازن یا می نالج ندارن، همی معلومات ندارن که سرک چطور ساخته میشه، در یک جایی که یک درگک است که از اوج چانس است که او بیایه، یه خب بند میمانه در پشت سرک، بند که ماند یک قدرت یا یک فشار بزرگ تولید میکنه، سرک او میبره. در زیر از این دقیقه کوهای افغانستان خواهی یک سرنگ میپرانی، یک ذره جغل در زیرش مندازی که او میای تیشه، یا یک دو تا پلچک میمونی که او را داشته باشه. خب خلاصه این سرک او برده، میگه یک دانه اکس که بهتر نیست که امور بگیره یک دفعه تیز کنه جور کنه، در یک دو سه روز که متراتر شد در 3 روز سرک جور نکدن. اما باز این نمی معلومات هایی که این نفران نداره به یک جهل بزرگ تبدیل میشه، به یک جهل که به اندازه یک کوه بزرگ است، به اندازه امو زمین لغزش بدخشان و تا میشه در دستگاه حکومتی. این حالا ببینین که همی خانم چقدر معلومات محدود داره در قسمت از این که در بدخشان باید چی میشد. ولی ای که در ظرف چند ساعت اولیه درست است که 5-10-20 اسکواتور عمیقی که بتانه عمیق خاک بکنه و 50 متر خاک او طرف کنه و اجساد بکشه، ما نداریم یا حکومت افغانستان نداره. اولی که خانم امی اسکواتور که میگه او اکسکویتر است و امی ماشینا را ما چون در کنستراکشن هستم سرش کار کردیم، یعنی ما میتونم امی را آپریت کنم، یا گفته امی دوستای ما در جلال آباد گیره میگفت که چلانده میتونم، یعنی ما امی را چلانده میتونم. امی ماشین یک سیستم خاص داره، ای را اتو نیست که در یک جایی که اتر یک چی شده، یک زمین لغزش شده و او زمین هم تر است، او ماشین هایی را که 20,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 پوند وزن داره تو دیجه بیاری، او خودش در زمین در رو میشه و بخصوص در یک جایی که تو در است از دو طرف هم دو دفعه تا حال زمین لغزش شده، وقتی که بیاید در اینجا 50 متر 150 فیت بکنه او زمین لغزش دوباره به میایه، این ماشین ده تای شده او زیر در رو میکنه. یعنی خانم نمیفهمه که اسکواتور چی رقم کار میته. اکسکویتر اولی که خودش باید خود یک جای برای خود جور کنه که در اوجا کار کرده بتانه. دیگه ای که وقتی که شما یک چیز را چقر میکنین، اینال اینی خاک پشت سر که تو مندازین در پشت سر یا در اوسو در یک جایی که تو در است، او خود نمیتانین که را یک دانگه که بگیرین ببرین در سر در تپه بالا کنین. اینالی خاک انداخته میشه ایجا 20-30-40-50 دانه ماشین باید باشه، ای خو یک سه نیست، 300 خانه حداقل در حدود 1,000 متر خود دراز است، 1,000 متر دیگه متا اینال 50 متر هم درو کشه، اتو ماشین در دنیا نیست غیر از قدرت خداوند، دیگه قدرت نیست که خاک پس کنه. وقتی که یک ماشین باید بکنه، خود این ماشین جمع خاک که در پشت سر این زمین تیله میکنه که اوجا پس بره و ای از این خاطر
از نقطه نظر انجینری، یعنی من انجینر نیستم، باز یکان دفعه که ما معلومات میتیم یکان نفر قار میشه که تو خود عقل کل جور کردی، سر اسلام تو معلومات میتی بیادر گل، سر سیاست تو معلومات میتی، سر ادبیات، سر ازی، سر ازی، خود تو چی خواندی؟ ما کنسترکشن کردیم، خانه ساختیم، دیوال ساختیم، قیر کردیم، این چیزها را میفهمم. وقتی که شما یک جای را میگیرین، یک دیوال جور میکنین که در پشتش خاک اعلام میتین که این دیوال کانکریتی که خاک ما کم بگیره، ایناله اگر این دیوال 10 فیت یا فکر کنین 3 متر بالا کنین، 3 متر دیگه او طرف اگر این بخی هم تا اوار باشه، از 3 متر او طرف در زاویه 45 درجه در اینجا فشار میاد در سر اون متعدابه از این دیوال، بنابراین تعداد باید هم کلان باشه، هم خاک در سر از او انداخته شه، هم خاک در پشت سرش که اگر نیم این دیوال کانکریتی را فشار زمین سو میبره. اگر شما در پشت از این اموار نمیمانین، سر از این دیگه خاک مندازین، مثلا 3 متر دیگه، او 3 متر دیگه اون از او زاویه در حسابتان ببینین که امو زاویه 45 درجه از کدام ارتفاع در تعداد زمین فشار وارد میکنه. ایرا بر ازی میگم که وقتی که شما دایت دره کار میکنین، خاکی که کت او مشبو شده باراناز برف غیره و غیره و زمین پایین یا می پلیت پایین یا قشر پایین تر یا تیکر است یا ایست که سنگ است، یعنی یک زمین است که او جذب نمیکنه، زمین بالایی قشر بالایی او جذب میکنه چون ریگی است، ای در طول صدها و هزارها سال برای خود جریان پیدا کرده، رای جریان پیدا کرده. اینال که شما اینجا خانه آباد میکنین، مزرعه آباد میکنین، درخت میشنین، بسیاری قسمت های زیر چی میکنین؟ صدمه میرسانین. او زمین دوباره باید را برای خود واز کنه بر رفتن خود. بناهن وقتی که تمام چیزها یک جای میشه، بالاخره زمین مشبو پایین میره. اینال ای خانم میگه که 50 متر خاک ده اوجه است و یک چند دانه اسکاواتور باشه که اوجه را بکنه که چی کنه؟ مرده را بکشه. و ای خانم ها میفهمه که در سلاید اول، در لغزش اول 2500 نفر مرده، در لغزش دوم تقریبا 2000 نفر دیگه مرده یا 2500 نفر دیگه مرده. یعنی انوز هم از ما درس نگرفتیم خانم که باید یک ده تا ماشین دیگه را مجرایی کنیم که 200 نفر که کار کنه. آخر هم چی را بکشیم؟ مرده ها را بکشیم و این ماشین ها خود دیوار است. وقتی که شما یک مقدار خاک میگیرین، قایده یک دیوال خاک میگیرین، این ماشین دندان داره و از اون ماشین در باید استفاده هم نکنم امو چی کاسه دندان دارش، به خاطر از اینکه او در اینجا مجبور نیستی، زمین بسیار صافت است، بسیار نرمه، بدون از وام این ماشین ها بسیار دیوار است، کش میکنه او خاکه، اما از وام در اوجا مدیدم استفاده میکنن. بنان وقتی که ایجا میره ای زمین بسیار که بتانه بکنه 3-4 فیت میکنه، بعد از او باید خاک او سو بره، دیگه خاک بازی زمین بازی ماشین باید پایین تر بره، ولی خاکای دور خود باید مسون ساخته باشه. یعنی این چیز را که خانم میگه برای بسیاری ها تا قابل فهم نیست، اما اینمی کم معلوماتی دیگسه میرسه که به جهل مطلق تبدیل میشه و از او چی جور میشه؟ یک حکومت مثل حکومت امروز افغانستان. اینال دیت یک موقع باید چی شوه خیلی؟ اولین چیز وقتی که زمین اقدر مشبو عذاب است و چانس ریختنش است دوباره یا لغزش است و او جام یک دره است، مردم از دره باید فورا بیرو براین. او نفراخ مرد در زیر خاک شد و وام 50 متر خاک در اینجا کمک نمیتونی، کسی که زنده است باید برایه. بعد از او باز حکومت به انجینیر بیایه، ای را ببینن اول که آیا چانس کمک است، و دیگه ای که اگر او 50 فیت یا ببخشین 50 متر در زیر خاک دیگه رفته، دیگه ای چیز نمیتونین، یک جنازه میخوانین، اونمو یک قبرستان میشه بر از وا. چرا که اگر بکشین هم خود چی میکنین؟ خب میکشین که پس گور کنین، نکشین او را و زندگی مردم دیگر را در خطر نپرتین. دیگه مسئله که در اتو مواقع در مملکت ما رخ میده ایست که مردم کوشش میکنه که یکی دیگر را انتقاد کنه و امو غلطی را در گردن یکی دیگر پرته. والا از امیما که در امریکا هستم، تامی خودت که امیال مرا گوش میکنی، تامو رئیس جمهور که در موجز تا کلگی ما در این قسمت مسئولیت داریم و در این قسمت کل ما ملامت هستیم.
چون انجینر ما به درستی انجینری خود در خدمت مردم نمانده، دکتر ما دکتری خود، جیولوژیست ما جیولوژی فهم و دانش علمی خود، یعنی کل این ما در فکر ازی شدیم که چطور خود نجات بدیم. و البته در یک مملکت که 30 و چند سال جنگ باشه و همت یک حکومت های خراب بیاید همی کار میشه، ولی را باید تغییر بدیم. یعنی از عوض ازی که حالا بسنجیم که فلان نفر چی کرد و فلان نفر چی کرد، اول باید از خود بسنجیم. یعنی حکومت و دستگاه حکومت هم میتونیم انتخاب کنیم، چون اینا همی وظیفه شانه. اما ما دهی میگم که به طور مثال یک تعداد مردم که طرفدار آقای عبدالله بود آمدن اشرف غنی را ملامت میکنن، او بیا در بدخشان چه خبر مردم برای تو رای داد، تو را تشویق کردن، تو را آمدن در پیشت بخی برو حال کمک. و یا یک تعداد دیگه دکتر عبدالله را، او بیا در اشرف غنی رفت، تو چرا نرفتی؟ اینا افراد و اشخاص هستن هنوز. بله اینا کاندید ریاست جمهوری هستن، اما یا دستگاه حکومت نیستن. ما از یا شکایت نمیتونیم. وظیفه دکتر عبدالله و مسئولیتش، وظیفه اشرف غنی و مسئولیتش برابر شفیع عیار است و برابر خودت است و برابر خودت و خودت و خودت و برابر کلگی ماست. یعنی از عوضی که از پرسان کنیم که اشرف غنی چی کرد یا عبدالله چی کرد، باید ما از خود پرسان کنیم که شفیع عیار تو چی کردی؟ برادر ما باید از خود پرسان کنه، بچه کاکایم از خود و شما از خود. و ما و شما مردم رنج کشیده افغانستان که پیش روی چشم خود دیدیم و به جان خودم دیدیم و تجربه کردیم به خانگی و دربدری را، اینم امروز اکثر ما اینمی احساس یاد ما رفته که می دست خود در جیب خود کنیم، یک $2، $5، $10 بکشیم همی جک کمک کنیم. هنوز هم در این فکر هستیم که همی ملل متحد چی کرد، همی ملل متحد چی کرد. امیر اول از خود سوال کو. و ببینین اینی آقای اشرف غنی است که در همون مجلسی که در تلویزیون طلوع بود که اون نفرها گپ میزد، یک دفعه آقا میگه شما چه باشین که آقای اشرف غنی در لین هستن. ببینین با آقای اشرف غنی. بدخشان که بوستان افغانستان است و الگوی فرهنگ و هنر و شعر و ادبیات ماست، دغم است، سوگوار است، مراسم عمیق تسلی خود را به تمام ملت افغانستان به صورت عموم و بدخشان عزیز که بارها به او سفر کردیم خاصتاً و به مردم شریف ارگو ارائه میکنیم. یک یاد دوستا وقتی که طرف هم عکسای آقای اشرف غنی دیدن یا ویدیوشان، چون چشمشان خوپر بود یک رقم مترکایی، فکر کردن که نشه است. یک یاد دیگه فکر کرد که خواب رفته. یعنی با ما امیر یک تا دوستا رایی کردن. اما ما این چیزا را به هیچ وجه استفاده نمیکنم. برای چی؟ برای ازی که آقای اشرف غنی اگه خوام بود، آفرینش که دمون نیم خو خیست امی یک دو کلمه راجع به بدخشان زد. و اگه نیشه بود، آفرینش که دمون نیشه یا هم خیستک آمد یک دو کلمه گپ زد و همو همدردی خود ابراز کرد. آقای اشرف غنی رئیس جمهور مملکت نیست. من نمیتونم که از یخن آقای اشرف غنی بگیرم که تو چرا این کار کردی، و با هیچ وجه هم به خود حق نمیتونم که از نقطه نظر سیاسی را بر علیه استفاده کنم. اما یک دو چیزه به دوستای اشرف غنی میگم. ببینین به این عکس یک دو آغاز که موجه چوکات شده یا خنده میکنن. دمو بدخشان همراه آقای اشرف غنی رفتن و یک یزی از امی رفیقای اسماعیلیون، شاید دیگه شما باشم، ما یک شمش راستم، لوت لوت خنده هستن. شما فکر کنین شما رفتین به عیس افغانای همدرد از این مردم و در اوجه خنده میکنین. نکنین امیره، سعی کنین. یعنی دایی ما آقای اشرف غنی را ملامت نمی کنم، همی دو آقا ملامت است. یعنی این نیست که آقای اشرف غنی یک دو نفر که برده یا باید خنده کنن. اگر خنده هم کردن عوضش اشرف غنی را باید بگویم. این دو آقا اگر خوش بودن و کشته شدن مردم بدخشان نمی رفتن، و اگر خفه بودن خنده نمی کردن. از آقای دکتر عبدالله ببینین. شیرزایی از دکتر عبدالله است، اما رویداد بدخشان در صدر گفته هایشان قرار دارد. در بدخشان در سانهی که پاقیتی فصلها و کسان از مجوتاس و وطنوال و شزی او نارینه والا و زوانان سپینگیری شهیدان شویدی او ترخاو رلاندی شویدی در دوی پاتی کورانه تا در افغانستان ملت تا تسلیت وایم
او شهیدانو ته د مغفرت استدعا کوم. دغه پنجه پرسو ده او ټول شهیدانو ته داسې یو ژوند الله جوز غواړم په هغه دنیا کې چې دی په جنت پردوس کې نصیب سي او د دې و کورنۍ ته تسلیت وړاندې. حالا ما دا یخن دکتر عبدالله را گرفتن نمیتونم که چرا نرفتی؟ این چیزا را ما شما سیاسی نمیتونیم و دیگه انتقاد که میکنیم باید به جای باشه، خواست ما باید به جای باشه و میشه انگشت خود ات نگیریم، یکان دفعه ات بگیریم و تر والا روزای بعد خدا به یاد بیارین، روزایی که فکر میکنین که خدایا اگر دل یک کس رحم بکنه با ما یک چیز بده. ده پاکستان بودین، ده ایران بودین، ده هندوستان بودین، ده روسیه بودین، ده اوجه و ده اوجه و ده اوجه همیره یکمه که فکر کنین بعد از او دستانه ده جیبتان ببرین، همون پیسی همون روز نانتانه. و اگر شما با اسلام باور دارین، بعد از کلمه بزرگترین رکن، اساسی ترین رکن در اسلام انفاق است و اینمی مهمتر است از اونمو قربانی که در حج میکنین. اگر شما تصمیم دارین که حج میرین قربانی میکنین، امو قربانی تان اجرایی کنین و اوجا که رفتین بگوین خدایا ما قربانی خدا پارسال کردیم. حتی اگر شما حج میرین امسال، امو حج تان با کمک به میا بکنین انجام بتین و نامتان آجی بمانین. با ما زنگ بزنین، ما در این برنامه خود میگم که فلان آجی صاحب اینی پیسه را کمک کرد، فلان بی بی آجی اینی پیسه را کمک کرد. باور کنین ما قرآن پاک میفهم. اگر شما می کمک کنین، شما واقعا ثواب حج و با مراتب بلندتر از او را میگیرین. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ میسپارم.